بودن به حجاب اجباری آخوندها یا در خیابانها مورد ضرب و شتم مزدوران انتظامی قرار میگیرند و یا از حق تحصیل و حق اشتغال محروم میگردند. دکتر زهرا بن یعقوب یکی از زنانی بود که با این بهانه در خیابان توسط بسیجیان شهر همدان دستگیر شد و روز بعد اداره بسیج همدان جسد او را به خانواده‌اش تحویل داد و مدعی شدند که وی خودکشی کرده است. مدارس و دانشگاه‌ها یکی از ظرف‌هایی است که رژیم تلاش می‌کند با اهرام سرکوب دانش آموزان و دانشجویان را مجبور به تبعیت از حجاب اجباری خود کند. به طور مثال تحمیل آموزش آخوندساخته افاق و حجاب در مدارس و دانشگاه‌ها. به اظهارات وزیر آموزش و پرورش رژیم توجه کنید. آموزش‌های لازم در زمینه افاق و حجاب ارائه شده و ستاد افاق و حجاب در این وزارتخانه کار خود را آغاز کرده است. در دانشگاه شیراز 1100 نفر از دانشجویان جدید ورود دختر در بد ورود مجبور به گذراندن آموزش آخوندساخته افاق و حجاب شدند و چه بسیار دختران دانشجو که به بهانه کلیشه‌ای عدم رعایت افاق و حجاب از حق تحصیل محروم شدند. معاون دانشجوی دانشگاه علامه در این باره می‌گوید آمار این افراد بسیار بیشتر از ارقام ارائه شده است، اما به دلیل محرمانه بودن آمار در کمیته انضباطی امکان اعلام تعداد دقیق آنها وجود ندارد. میادین کار و اشتغال پهنه دیگری برای سرکوب و نقض حقوق زنان، اگرچه حق اشتغال یک امر طبیعی در تمامی مجامع است، اما در نظام اهریمنی ولایت این حق طبیعی از بسیاری از زنان تنها به بهانه بدحجابی سد می‌گردد. شریفی مقدم رئیس خانه پرستاری رژیم: با وجود اینکه دفاتر پرستاری به شدت نسبت پوشش و حجاب پرستاران سختگیر است، اما از سال گذشته و اوایل سال 89 گزینش دانشگاه علوم پزشکی تهران بی‌دلیل و به بهانه پوشش نامناسب بسیاری از پرستاران را لغو پیمانی کرده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر تبعیض از موارد نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. اما حجاب تحمیلی رسما یک عامل تبعیض و طبقه‌بندی افراد در محیط کار است. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم: برکناری برخی رؤسای دانشگاه‌ها در